بچه‌های من، زندگی خودتون رو خودتون باید بسازید. اینو بهش گوش بدید. بازداشت مدیران جمعیت امام علی از بزرگترین مؤسسات خیریه در ایران. چرا حکومت نگران گسترش سازمان‌های مردم نهاد است؟ از میهمانان برنامه درباره چند و چون فعالیت این نهاد خیریه و دلیل این سوء زنها میپرسیم. در ادامه این برنامه، سپیده قلیان به زندان برگشت، دلیلش را از زبان خود این فعال مدنی میشنویم. ما رفتیم کمیسیون عفو ببینیم جریان عفو چیه، که به من میگن تو هم نامه عفو بنویس شاید مشمول بشه. آقا مثلا این چه حرفیه؟ من چرا باید نامه عفو بنویسم؟ مثلا مگه من کاری کردم که نامه عفو بنویسم؟ کم جرمی من مرتکب نشدم، شما باید مجازات بشید. چرا اصلا ما رو بازداشت کردیم؟ هشدار 300 فعال فرهنگی ایران. برخورد با منتقدان به اتهام اقدام علیه امنیت ملی، فروپاشی اجتماعی را در پی خواهد داشت. و جنجال بر سر همخوانی همایون شجریان با یک خواننده لبنانی، انتخاب هنری یا همراهی با ممنوعیت خواندن زنان ایرانی. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. مدیران یک مؤسسه خیریه در ایران با دو دهه فعالیت و هزاران عضو بازداشت شدند. مؤسسه به نام جمعیت امام علی که علاوه بر مجوز از نهادهای رسمی، عضو شورای امور اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد بود. در این اواخر فعالیت‌های جمعیت امام علی بر روی حمایت از طبقه‌های آسیب‌پذیر در برابر ویروس کرونا متمرکز شده بود و قبل از آن هم هزاران کودک را زیر چتر حمایتی خود داشت. ولی چرا نهادی با مشکل مواجه شده که توانسته بود حمایت مالی چهره‌های شناخته شده از دنیای هنر و سینمای ایران را برای فعالیت‌های خیریه جلب کند؟ سال‌هاست که نهادهای امنیتی به سازمان‌های مردم نهاد سوء زن دارند. دلیل این سوء زن چیست؟ بیشتر در این باره حرف می‌زنیم. اول گزارشی از کسرا ناجی. مؤسس جمعیت خیریه امام علی، شارمین میمندی نژاد، که دیروز در تهران بازداشت شد. مؤسسه یکی از مؤثرترین سازمان‌های خیریه غیر دولتی در ایران. مؤسسه‌ای که عمده فعالیتش کمک به کودکان کار و بی‌بضاعت در گوشه و کنار کشور است. بچه‌های من، زندگی خودتون رو خودتون باید بسازید. جمعیت امام علی یکی از معدود سازمان‌های خیریه غیر دولتی است که مقام‌های ایران فعالیت آن را تحمل می‌کردند تا دیروز. در خبر دستگیری آقای میمندی نژاد که خبرگزاری‌های نزدیک به سپاه پاسداران آن را منتشر کردند، آمده که او ادعاهایی طرح کرده مانند مبارزه با تبعیض و همچنین مباحث حقوق بشری و مبارزه با فقر و معضلات اجتماعی، و آمده که او هدفش تحت فشار قرار دادن کشور و ملت ایران بوده. البته توهین به مقدسات و ترویج تفکرات انحرافی ضد دینی و همکاری با رسانه‌های به قول این خبرگزاری‌ها معاند هم به اتهام‌های او اضافه شد. این بچه‌های دروازه‌قار تهران که زیر چتر جمعیت امام علی هستند. این سازمان در یک سال گذشته زیر فشارهای بیشتری بوده از سوی به قول یکی از مدیران این جمعیت بعضی از نهادهای خاص که ظاهراً از حمایت رئیس قوه قضاییه هم برخوردارند. بعضی از جریانات ضد انقلاب به خواسته دشمنان ما دنبالن یه امری که تو دل مردم زود جای میگیره، که مسئله توجه به خیر و خیرات و خیرین و امور خیریه بیان یک مجموعه های برپا کنن، و وقتی اینا ریشه شو بررسی میکنیم میبینه ریشه خیرخواهی نداره، ریشه توجه مردم نداره، یک ریشه بدخواهانه پشتش هست نه خیرخواهانه. همان اتهام هایی که مقام های ایران علیه خیلی ها تقریبا هر روز مطرح میکنن برای کنار زدن، منفعل کردن و خانه نشین کردن آنها. جمعیت امام علی بیش از 20 سال پیش تأسیس شد با فعالیت‌های خیرخواهانه گروهی از دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف. یکی از برنامه‌های آنها رساندن مواد غذایی به فقرا در نقاط محروم شهرها و کشور است.
یکی دیگر از فعالیت‌های این جمعیت سازمان دادن کودکان کار و بی‌بضاعت در تیم‌های فوتبال و ایجاد لیگ فوتبال. برنامه‌ای که موفق بوده، به عنوان برنامه‌ای سازنده و امیددهنده. جالب این که همین 5 سال پیش بود که رهبر ایران از فعالیت‌های این جمعیت در کمک‌های غذایی به مستمندان، آن هم در ماه رمضان، تعریف و پشتیبانی کرد. فعالیتی تحت عنوان کوچه گردان عاشق. عده‌ای راه افتاده بودن، اسم خودشون رو هم گذاشته بودن کوچه گردان‌های عاشق، که یک اسم حقیقی است. افطاری در خانه‌های مردم می‌بردن. این هم نمونه‌های متعددی رو برای ما گزارش کردند و تصویر و عکس آوردند. در خانه‌ها افطار، اینا کارهای بسیار بزرگی است. اینها کارهای بسیار ارزنده است. کسی به شما دشنام و درشت میگوید، مگر میشود نرم از کنارش گذشت. گزارش شده است که 2 نفر دیگر از مدیران جمعیت امام علی همراه آقای میمنی نژاد بازداشت شدند. کتایون افرازه و مرتضی کیمنش. بازداشت و پرونده سازی برای کسانی که تمرکزشان بر مشکلات کودکان و نوجوانان است و آماده کردن آنها برای گذر از موانع زندگی. کسرانجی، بی بی سی. ترانه فتحعلیان، همکار ما از بخش مانیتورینگ بی بی سی که قبلا با مؤسسه امام علی همکاری میکرد، به برنامه پیوسته. ترانه، فعالیت جمعیت امام علی خیلی جلب توجه کرده بود، چهرهای شناخته شده زیادی از کمپینهای اونها حمایت کردن. چطور تونستن که فعالیت خودشون رو تا این حد گسترش بدن؟ خب چه سالهای متمادی جمعیت از طریق فعالیت‌هایی که می‌کرد، از طریق شیوه فعالیتش، تونست که اعتماد تعداد خیلی زیادی از آدم‌ها رو جمع بکنه. جمعیت نشون داد که می‌تونه که راه حل ارائه بده، می‌تونه راهکار ارائه بده برای مسائل، برای آسیب‌های اجتماعی، و از طریق ریشه یابی و ارائه راه حل تونست توجه کسانی رو که این دغدغه رو داشتن جلب بکنه و نیروی انسانی برای خودش جذب بکنه. و نتیجهش رو ما میبینیم که الان حدود 3000، بیش از 3500 کودک تحت پوشش جمعیت هستن، و جمعیت یک چیزی حدود 40 کودک مجرم رو از اعدام نجات داده، و کمتر NGOی در ایران هست که بتونه یه همچین حرفی بزنه. مدت ها بود که روی اینها حساس بودند. در 2-3 سال اخیر هر از گاهی خبرهایی در بعضی از رسانه‌های نزدیک به حلقه های امنیتی می اومد که حساسیت دارند. چقدر روی کار اینها تأثیر گذاشته بود؟ خب نگرانی ها همیشه وجود داشته، همونطور که مستحضر هستین کیهان بارها راجع به اتهامات رو وارد کرده به جمعیت امام علی و متهمشون کرده به سیاه نمایی. اعضای جمعیت مورد تهدید قرار گرفتن، حساب های کاربریشون هک شده، اما جمعیت تلاشش بر این بوده که بدون حاشیه، به دور از حاشیه، هدف خودش رو دنبال بکنه، به خاطر اینکه خب جمعیت یک NGO قانونی هست در ایران و حتی توی مرامنامش هم نوشته که پایبند به قوانین. دستگیری مدیران این نهاد به معنای پایان کارش خواهد بود؟ قطعا نگران کننده است. من توجهتون رو جلب میکنم به اطلاعاتی که همین به تازگی به جمعیت در تلگرام خودش منتشر کرده. اتهامی که آقای شارمین میمندی نژاد بهش وارده، مثل اینکه توهین به رهبری و بنیانگذار جمهوری اسلامی هست، و 2 نفر دیگر هم اقدام علیه امنیت ملی، اتهام متوجهشون هست، و مثل اینکه با شکایت قرارگاه سارالله سپاه این اتفاق افتاده، و همزمان داشتشون یک مقداری از فایل های خصوصیشون، یادداشت های خصوصیشون رو هم مثل اینکه گرفتن، و این نگرانی وجود داره که همونطوری که 2 سال پیش وجود داشت برای زمانی که هک کردن اکانتشون رو، این نگرانی وجود داشت که ممکنه بخوان پرونده سازی هایی از این دست بکنن. اما خب
جمعیت فقط یک نفر و یک دفتر نیست، بالغ بر 30 خانه ایرانی در ایران وجود داره که دارن فعالیت میکنن، بالغ بر 10,000 عضو داره جمعیت که این دغدغه رو دارن و پایبندن به جمعیت. بخشی از کار این جمعیت گویا سابقه بین المللی داشته، مثلا اونها با نهادهای بین المللی از جمله سازمان ملل متحد در ارتباط بودن، این ارتباط به چه شکل بوده؟ خب همونطور که فرمودین جمعیت عضو اکوسوک در سازمان ملل بوده و هر سال در جلسات توی ژنو و گاهی حتی توی نیویورک شرکت می‌کردن و در سطح بین‌الملل هم بسیار از دانشجوهای مقیم خارج از کشور با توجه به امکاناتی که توی دانشگاه در اختیار داشتن پول جمع می‌کردن، در مراسم مختلف و برای جمعیت می‌فرستادن، اطلاع رسانی می‌کردن و در واقع فعالیت‌های بین‌المللی به این شکل بوده. ممنونم از ترانه فتحعلیان، همکار ما در مانیتورینگ بی بی سی. ممنونم. محمد جواد اکبرین، روزنامه‌نگار هم از پاریس فرانسه با ماست. آقای اکبرین، جمعیت امام علی خیلی سعی می‌کرد حساسیت‌های بخش‌های اکبرین جمعیت امام علی خیلی سعی میکرد که حساسیت‌های مذهبی رو رعایت کنه. وقتی به سایتشون مراجعه میکنیم همه چیزها شکل شمایل مذهبی داشته. مشکل حکومت با اونها چیه؟ وقت شما بخیر. تصور من این است که دو تا اتهام بزرگ داره جمعیت امام علی که حکومت نمیتونه ازش بگذره. یکیش استقلال و دیگری اعتبار. هر گونه نماد مذهبی یا باور مذهبی اصلا اهمیتی نداره. هر جایی که این دوتا رو داشته باشه حکومت باش مشکل داره. استقلال داشته به این معنا که کار خودش رو بلد بوده. شما فکر کنید مثلا یک نهاد مستقلی 20 ساله داره کار میکنه با 10,000 نفر آدم در سراسر کشور، موقع زلزله اینا هستن، موقع سیل اینا هستن، کودکان کار اینا هستن، کرونا اینا هستن، مسئله اعتیاد اینا هستن، خودش رو بروز میکنه با تازه ترین یافته های جهانی برای علاج پاره ای از آسیب ها و استقلالش رو حفظ کرده، اعتبار داره در سراسر کشور، در خارج از کشور، در طول این سالها حوادثی که پیش می اومده، حتی در خارج از کشور کسانی که میخواستن کمک بکنن، وقتی میخواستن مطمئن باشن که به جایی کمک میکنن که کمکشون میرسه به آسیب دیده ها، به کودکان، به فقرا، به حسابی که جمعیت امام علی اعلام میکرد واریز میکردن، طبیعتاً اینا برای حکومت مشکل داره، به ویژه اینکه حکومت ترجیح میده جایی باشه که وقتی مردم کمک میکنن بتونه از پولهای مردم برداره برای جاهایی که خودش میخواد. نمونش کمیته امداد. من سالها در لبنان زندگی کردم، با پولهای کمیته امداد اینا در لبنان بیمارستان ساختن، اینا در لبنان مؤسساتی ساختن، با پولهای کمیته امداد مرتب روزانه اونجا اداره میکردن مجموعه هایی رو در لبنان. برای همین یه جایی که هم معتبر هم مستقله عجیب نیست که این اتفاق براش بیفته. نگاه کلی حکومت به سازمانهای مردم نهاد یا سازمانهای مستقله که مشکل ساز شده از نظر شما، یا اینکه حالا اینا انگشت گذاشتن روی یک سازمانی که خب نفوذ زیادی داشته همونطور که شما اشاره کردید و شاید هم اونطور که لازم باشه با خط و خطوط رسمی موافق نبودن در زمینه‌های مختلف از جمله مبارزه با فقر؟ ممکنه ماجرا اصلا فراتر از این باشه. بگذارید من یک نکته‌ای رو خدمت شما عرض بکنم. تو این روزهای اخیر ما جمعیتی به نام جمعیت امام رضایی ها رو میبینیم که فعال شدن. این جمعیت امام رضایی ها چند ماه پیش شروع شد و من یه جایی هم در یه یادداشتی قبلا گفته بودم که اینو دارن آماده میکنن تا یک جمعیت معتبر و مستقل دیگری رو تعطیل بکنن، بتونن در واقع اینا جایگزینش بشن. این جمعیت مدیرش همکار آقای رئیسی بوده زمانی که آستان قدس رضوی بوده. بعد میبینیم حدود 40 روز پیش آقای رئیسی در گزارش شما هم بود که گفتن که بعضی از جمعیت‌ها در پوشش خیریه میخوان کارهای دیگه‌ای بکنن، اهداف دیگه‌ای دارن و اینها. آقای رئیسی فضا رو آماده کرد، اول اون جمعیت رو ساپورت کرد، تشکیل شد، بعد با صحبت 40 روز پیشش فضا رو آماده کرد. امروز قوه قضاییه با پلمب به جمعیت امام علی
عملا فضای تازه‌ای داد به جمعیت امام رضایی ها. من کل این پروژه رو همکاری آقای رئیسی میدونم، هم آقای رئیسی که قبلا رئیس آستان قدس بود و هم آقای رئیسی که الان رئیس قوه قضاییه است، با کمک قرارگاه سار الله و رئیس جدید این قرارگاه که در واقع در یکی دو روز اخیر منصوب شد. من فکر میکنم که این یک پروژه است برای اینکه یک مجموعه با نفوذ مردمی مستقل و معتبر رو تعطیل بکنن، به جاش یک مجموعه حکومتی رو سر کار بیارن و بتونن از طریق اون مجموعه در واقع یه جوری اعتماد عمومی رو جلب بکنن. طبیعتاً نخواهند تونست، با اتهاماتی هم که الان میبینیم زدن در خبرگزاری سپاه معلوم میشه سطح این اتهام ها. مثلا ابتذال درون گروهی، این ابتذال درون گروهی اصلا یعنی چی؟ اینو باید اصلا بیایم ترجمه بکنیم ببینیم این ادبیات یعنی چی که نظام شر برای بستن هر مجموعه مردمی و مستقل بهش متمسک میشه. خیلی خوب، وقتی که ما نگاه میکنیم مسئله اعتماد به نهادهایی که مورد حمایت حکومت هست مسئله جدی بوده، در مثلا کمک ها به سیل و زلزله کم و بیش معلوم بود. خب آیا این جمعیتی که شما بهش اشاره کردی توان اقناع مردمی که مثلا میخوان کمک های خیریه بکنند رو خواهد داشت؟ اگر آگاهی رسانی نشه ممکنه، یعنی اگر مثلا ما همینجا از رسانه های عمومی اعلام نکنیم که داستان جمعیت امام علی داستان اتهام بچه هایی نیست که 20 سال بی مزد و منت و خالصانه دارن تخصصی کار میکنن، هیچ وقت هم موضع گیری سیاسی نداشتن، خط قرمزای حکومت هم رعایت کردن، مسئله این استش که یک جریان اقتصادی دیگری میخواد بیاد تمام اعتبار اینا رو به حساب خودش واریز بکنه و از پول مردم برداره برای جای دیگه خرج کنه. این جمعیت هم جمعیت امام رضایی هاست، رئیسش از سرداران سرکوب در سال 88 بوده و شما میتونید حساب اینها رو در توییتر چک بکنید. اون آدمی که رئیسشه عکسش و مشخصاتش در حسابشون هست، اون آدم سوابقش رو چک بکنید، کارهایی که در سال 88 کرده رو نگاه بکنید، کارهایی که در کنار حاج قاسم سلیمانی انجام داده برای اینکه سرمایه‌های داخل کشور رو ببره در منطقه خرج بکنه نگاه بکنید. مجموعه این چیزها نشون میده که ما اگر آگاهی رسانی بکنیم و به مردم بگیم که اعتماد نکنید به این جاهایی که داره تشکیل میشه برای اینکه اعتماد شما رو جلب بکنن، اما کمک های شما رو در جایی که شما رضایت ندارید استفاده بکنن، به گمانم میشه این فضا رو ایجاد کرد که مردم از حکومت بخوان و فشار بیارن که اون جمعیت مورد اعتماد خودشون رو بهشون برگردونه، پلمبش رو باز کنه، مدیرانشون رو آزاد بکنه و اجازه بده که یک جریان حداقل یک جا حداقل باقی بمونه تا بتونه فعالیت بکنه. در طول این سالها هر جا که در شهرها تونسته بود دامنه ای پیدا بکنه اینا ترسیدن. البته من طبیعی میدونم که حالا دیگه از سایه خودشون هم میترسن به خاطر اینکه هر جایی که چند نفر آدم کنار هم جمع بشن ممکنه خطری برای خودشون محسوب بشه. آقای اکبر، این روزها یکی دو تا پرونده فساد بسیار در افکار عمومی مطرحه. وقتی که یک سازمان خیریه به این شکل بسته میشه در کنار حرف و حدیث هایی که در اونجا هست، واقعا چه واسطه خواهد داشت؟ تصورم این است که مردم مقایسه میکنن، جامعه مقایسه میکنه، جامعه نگاه میکنه میبینه که این پرونده فسادی که الان توی دادگاه داره بررسی میشه این پرونده مال الان نیست، مال زمان حضور آقای رئیسی به عنوان معاون قوه قضاییه، معاون اول قوه قضاییه هست، اون زمان تشکیل شد. آقای محسن اجرایی هم چند روز پیش گفت که اون زمان هم صحبت از تخلف بود، برای ما احراز نشد. 10 سال متهمان این پرونده فرصت داشتن برای رشوه، برای فساد، ولی کسانی که مسئول این پرونده ها بودن وقتی عمل نمی کنند وارد ماجرا نمی شند، بلکه اتفاقا پوششی می شند برای این فساد. اما وقتی می رسند به یک نهاد مثل جمعیت امام علی با این کارنامه پروپیمان، با این اعتماد فراگیر و اینجوری دارن رفتار می کنند،
بگمان من جامعه مقایسه میکنه. این نیازی اصلا به کار رسانه ها به معنی خاص کلمه نداره. الان شبکه های اجتماعی که شما الان تو مجلس هم دارید میبینید این روزا دارن به شدت تلاش میکنن تا هرچی بیشتر این شبکه های اجتماعی رو ببندن. شبکه های اجتماعی همین که خبر رو منتشر میکنه جامعه مقایسه میکنه. الان ما تحلیلگرها، ما روزنامه نگارها از مردم عقب تریم. مردم خبرها رو نگاه میکنن. همین که دادگاه طبری رو و دست باز آقای طبری رو در طی 10 سال رشوه و فساد میگذارن کنار رفتار قوه قضاییه با جمعیت امام علی، میدونن که با چه مجموعه تبهکاری مواجه هست. سپاسگزارم از محمد جواد اکبری، این روزنامه‌نگار در پاریس با ما. سپیده قلیان، فعال مدنی، دیروز برای گذراندن 5 سال حبس خود را به زندان اوین معرفی کرد. خانم قلیان از محکومان پرونده اعتراضات نیشکر هفت‌تپه خوزستان است. خانم قلیان قبل از بازگشت به زندان ویدیویی در اختیار بی بی سی فارسی قرار داد و در آن گفت که چرا وثیقه را آزاد کرده و به زندان برگشته. مریم افشان گزارش می‌دهد. به من میگن تو هم نامه عفو بنویس، شاید مشمول بشه. آقا مثلا این چه حرفیه؟ من چرا باید نامه عفو بنویسم؟ مثلا مگه من کاری کردم که نامه عفو بنویسم؟ کام جرمی من مرتکب نشدم. شما باید مجازات بشید. چرا اصلا ما رو بازداشت کردید؟ در آبان 98 بعد از گذشت 1 سال با قید وثیقه آزاد شد. با حکم زندان 19 سال و 6 ماه. بعدها اعلام شد که 5 سال آن قابل اجراست. سپید قلیان میگوید از ابتدا هم نمیخواسته وثیقه را قبول کند و به خاطر خانواده‌اش به آزادی با وثیقه تن داده. خب وقتی که حکم از 7 سال اجرایی به 5 سال اجرایی تغییر پیدا کرد، من متوجه و دادگاه تجدید نظر حتی برگزار نشد، من متوجه شدم این فقط یه بازی رسانه‌ای بوده، یه چیزی مثل همون جملات خودمونی خودمون که رئیس قوه قضاییه داره شواف میکنه با این احکام، داره مثلا با این سر و صدای رسانه‌ای ایجاد میکنه، داره میگه که ما آره داریم با فساد، با تبعیض، با بی‌عدالتی داریم مبارزه میکنیم، در حالی که واقعا این نیست. اگر این بود حداقل یه دادگاه تجدید نظر برگزار میشد. خب بعد از اون عید فطر همین امسال سال 99 اعلام شد که یه سری از بچه‌های پرونده هفت‌تپه و بچه‌هایی که توی تجمع 1 می سال گذشته بازداشت شدن احکامشون لغو شده که من جز اون افراد نبودم. سپیده قلیان هفته پیش به دادسرای اوین مراجعه می‌کند تا وثیقه‌اش را پس بدهد و بگوید که آماده است به زندان برگردد. من نشستم فکر کردم آخرین دارایی من همین مقاومت، همین مقاومت نیمبندیه که باید بهش چنگ بزنم، باید بهش چنگ بزنم و بگم که من هستم، من اینجام، من هیچ گناهی نکردم، من هیچ جرمی رو مرتکب نشدم. حداقلش اینه که دیگه با اسم من بازی رسانه‌ای انجام ندید. هدفم اینه که من برم بگم اولا این تبعیض کجا، این چرا این تبعیض، واقعا من چه فرقی با بقیه هم پرونده ایام داشتم. یکی از دلایل بازداشت سپیده قلیان شرکت در تجمعات اعتراضی کارگران نیشکر هفت تپه خوزستان بود. اسماعیل بخشی الان کجاست؟ محمد خنیفر کجا؟ چرا اخراج شده؟ شرکت برگشت بخش دولتی؟ تازه این یه قسمتی از چیزه. حقوق ها واریز شد. ما به هیچ کدوم از مطالبات هفت تپه نرسیدیم. هفت تپه نهایتاً تقلیل پیدا کرد به یه سری حکم و رقم و عفو و لغو و داستان های دیگه. یکی از مطالبات اصلی ما محاکمه امید اسدبیگی و کسایی هستن که همراه امید اسدبیگی توی این فساد مالی نقش داشتن. کسایی مثل رئیس دادگستری شوش، مثل دادستان شوش، مثل رئیس اطلاعات شوش، مثل آقای بهمنی فرمانده اطلاعات شوش، آقای نظری، آقای صادقیان، آقای جعفری، هم تک تک این افراد که توسط اسماعیل بخشی و بقیه کارگرای هفت‌تپه افشا شدن و من هم کنارشون بودم جاهایی، اینها همشون توی فساد مالی نقش داشتن. اما دادگاه تقلیل پیدا کرده به 4 تا اسم، به 4 تا، تازه یه سری هاشون آزادن، تازه یه سری هاشون رأی بازم میرن زندان و برمیگردن. دادگاه امید اسدبیگی، مدیرعامل نیشکر هفت‌تپه، اخیراً برگزار شد. با اتهام سردستگی سازمان یافته اخلال در نظام ارزی و پولی از طریق قاچاق عمده ارز و معاملات غیر مجاز ارزهای دولتی. امید اسدبیگی با کت و شلوار توی دادگاه میاد بیرون. ما با همون دادگاه، ما با دستبند و پابند رفتیم داخل. همون دادگاه ما با لباسهای زندان رفتیم داخل. همون دادگاه اسماعیل بخشی رو با لباس راه بردن داخل. اومده بیرون، توی ون بردنش. همون دادگاه بچه های ما رو دم درش بازداشت کردن. پدر من رو در همون دادگاه کتک زدن به خاطر اینکه 4 تا از دوستای ما اومدن اونجا گفتن که چرا اینا، چرا اینجوری شده، چرا اینها رو دادگاهی کردین، چرا اینا رو داریم محاکمه میکنیم. تو همون دادگاهی که من داد زدم گفتم آقای مقیسی به من بگو اتهامم چیه، به من برگرد بگو اتهامم چیه که من بدونم اتهام من دقیقا چیه.
همون دادگاهی که منو کشون برگردوندن زندان قرچک، همون دادگاه آقای امید اسدبگی راست داره میچرخه میره بالا میاد پایین. خب من چرا باید وثیقه بذارم؟ گردن گرفتم اینجوری خوب نمیگیرم. وثیقه رو برمی‌دارم برمیگردم زندان. همین مقاومت برای ما مونده، همین مونده که اعلام کنیم. پس هر جایی که قرار بود اسم من بیاد، هر جایی که ادمی بعد بگه سپید گلیان رفته وثیقه‌شو برداشته میخواد بره زندان، بگید که امید اسدبگی چرا بازداشت نمیشه، بگید که جعفری چرا بازداشت نمیشه، بگید باقی اسامی کجاست. سپیده قلیان در همان ابتدای آزادی با قید وثیقه در تجمعات اعتراضی آبان ماه در دسفول هم شرکت کرد و چند روزی بازداشت شد. بعد از 20 روز با وثیقه 200 میلیونی آزاد شدم و تقریبا تام شدم، البته دادگاه اون هنوز برگزار نشده. و بعد هم اومد هم اعلام کردم که آمان سادات ذبیح‌پور بازجو هستن، یه خبرنگار نیستن، این فردی فرد اطلاعاتیه. بعد منو دوباره کشون بردن رفتن دادگاه که آقا بیا بگو که مستنداتت رو ارائه کن برای اینکه عامل سادات ذبیح بود اطلاعاتیه. خب من چه مستنداتی میتونستم ارائه کنم؟ تمام توضیحاتم رو به قاضی گفتم، گفتم این طبق اون روز طبق اون روز طبق اون روز عامل سادات ذبیح بود، طبق این حرف عامل سادات ذبیح بود خبرنگار عادی نیست. وقتی که خودش میاد اعلام میکنه به پرونده سپیده قلیان بازجوی سپیده قلیان صحبت کردم، دیگه آدم باید تا آخرش رو بخونه. فرد عادی نیست، خبرنگار عادی نیست. اگر خبرنگار عادی بود چرا وقتی که من این حرفو بهش دادم و شکایت کردم ازش، من در دادسرای اوین محاکمه شدم و دو تا اتهام تبلیغ علیه نظام و نشرکاتی به من تفهیم شد. در یک سالی که در زندان بوده، تجربه زندگی در کنار زنان در زندان‌های اوین، قرچک و سپیدار را داشته. تجربیات زندگی با زنان در زندان سپیدار کتابی شد با عنوان تیلاپیا خون حورالعظیم را خورد می‌کشد که همزمان با بازگشت سپیده قلیان به زندان توسط وبسایت ایران وایر منتشر شد. این کتاب روایتی است از تجربه خانم قلیان از فشارها و شکنجه‌های زنان عرب زندانی در زندان سپیدار اهواز. یه استعاره است از کسی که میاد از اونها میگه اون هم حذف می‌کنن. حذف 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 همینجور داره جلوتر. تیلاپیا همینه. سپیده قلیان متولد مهر ماه 1373 است، یعنی دختری 26 ساله. چون منم دوست دارم برقصم، دوست دارم عاشق شم، دوست دارم ببوسم، دوست دارم زندگی کنم، دوست دارم دست معشوقم بگیرم، راه برم آزادانه. من همه اینا رو میخوام برای زندگی کردم. اما زندان، اون زندان رو ترجیح میدم. این زندانی که اینها، این زندانی که اینها برای من درست کردن با این چیزی که آره ما داریم حکم شما رو لغو می‌کنیم، ما مبارزه با فساد انجام دادیم و ما خیلی عادل هستیم، پس حکم شما شکسته میشه، دادگاه شما غلام میشه. من همچین چیزی رو واقعا نمی‌خوام. من ترجیح میدم اون بوسیدنا و رقصیدنا بمونه برای بعد از آزادی مثلا. حرف‌های سپیده قلیان بود در گزارشی از مریم افشنگ. مدیر مسئول روزنامه شرق در ایران میگوید به دلیل مشکلات مالی عده‌ای از خبرنگاران و کارمندان این نشریه را اخراج کرده. دیروز این روزنامه که نزدیک به اصلاح طلبان است با کاهش 4 صفحه در 12 صفحه منتشر شد. سابقه کار بعضی از این روزنامه‌نگاران به 10 سال میرسد. بشنویم بخشی از صحبت‌های مهدی رحمانیان مدیر مسئول شرق رو که در اون میگه تعهد دولت به رسانه‌ها فقط حرف بوده. قبل از کرونا تحریم فشار بسیار بسیار زیادی به رسانه ها آورد، به خصوص رسانه های بخش خصوصی، و گرونی کاغذ و هزینه های بالای چاپ و هزینه بالای تولید، همه اینا فشار آورد به ما. ما سعی کردیم به هر حال به شکلای این فشارا رو حالا رد بکنیم و اداره بکنیم روزنامه رو. کرونا میخ آخری بود که به نظر من به تابوت رسانه های بخش خصوصی وارد شد و ما الان پیش شرایطی هستیم که نه آگهی هست، یک اصلا شرکت های تولیدی الان کار نمی کنن که بخوان آگهی بدن و نه فروشی اونچنان هست. ما توی فروردین فقط یک هفته روزنامه تولید کردیم و فروختیم، اونم به خاطر کرونا. مردم می ترسیدن و برگشتی بسیار بالایی وجود داشت توی همه رسانه ها، ما هم برهام شامل شدیم. من با توجه به شرایط روزنامه به همکارامو گفتم که بیان به شکل حق و تحریری کار بکنیم، چون دیگه امکان این که من بخوام با این افزایشی هم که توی حقوق ایجاد شد بخوام بیمه بدم و بعد حقوق بالا بدم، امکانش واقعا برام نیست. همکاران گفتن که شما به هر میزانی میتونید حقوق بدید و ما
حرفی نداریم و من به خاطر حرف اینها یک ماه دیگه هم به هر حال این روند رو ادامه دادم. توی خرداد عملا دیدم که واقعا هیچ راه چاره‌ای وجود نداره و تونستم با در حقیقت استقرار حقوق خرداد بچه ها رو 70% حقوقشون رو بدم، ضمنی 30% هم اینا از مطالباتشونه و من حتما باید پرداخت بکنم وقتی اینا میخواد تصویه بکنم. دولت همه این تعهداتی که داد رو فقط حرف بود، نه بیمه به اصطلاح عقب افتاد، نه حتی اقساطی که گفتن مال وام هایی که گرفته بودیم رو بانک ها زیر بارش رفتن. یک وامی گفتن میدن به ازای هر نه بیمه شده 11 میلیون حدودا وام میدم که اونم هنوز محقق نشده. سایتش میری 1000 تا سوال ازت میکنه، آخرش هم ارور میده و موفق نمیشی وارد بشی. بنابراین کمکی که دولت گفته ما حداقل ندیدیم و واقعا امکانش نیست. از آن 16 سفر امکانش نیست، 12 سفر هم من تضمینی نمی کنم که اینو پیدا بکنه. فقط از گروه کالاهای اساسی خارج شده و از یه عرض دولتی 4200 بهش تعلق نمی گیره. این اتفاق قطعا روزنامه ها رو بازتر به زمین می زنه. حرفای مهدی رحمانیان رو شنیدید، مدیر مسئول روزنامه شهر، که این حرفها در شبکه‌های اجتماعی از جمله در کانال‌های تلگرامی منتشر شده بود. مسعود بهنود روزنامه‌نگار از لندن. واسه بهنود به نظر میاد که مسئله امنیت شغلی و معیشت روزنامه‌نگارها مثل خیلی از اقشار دیگه در جامعه مطرحه، ولی از جهاتی روزنامه‌نگارها در سختی بیشتری هستند. همینطوره. در حقیقت بیایید بگیم که دو نوع گرفتاری هست. یه گرفتاری همون چیزیست که همه مؤسسات تولیدی دارن، یعنی هر کسی از کارگاه کوچیک تا بزرگ که هست الان تو مملکت مواجه با این وضعیت هست. شاید بشه گفت یه وضعیتیست که در بقیه دنیا هم هست، منتها حالا یه ذره نظم و ترتیب اونجا بیشتره. اما مطبوعات در کنار این یک وضعیت دیگه ای دارن که حالا آقای رحمانیان به هزار دلیل نگفت، و اون عبارت از این است که مطبوعات رو حکومت توقع داره که مطابق میل اون راه بره و در حقیقت کارو از حدود منطقه‌ای که او تعیین میکنه به عنوان منافع ملی بیرون نذاره. وقتی این اتفاق میفته خوانندم نمیخره این روزنامه رو. وقتی خواننده نخرید آگهی دهنده آگهی نمیدهد و بنابراین سرنوشت همین چیزی میشه که الان پیش اومده. در همه 40 سال گذشته و حتی البته سال قبل هم ما یه نمونه‌ای داریم، اینطوری بودش که مطبوعات یک موجودات خارق العاده‌ای بودند که فارغ از وضعیت دیگه مؤسسات تولید کننده به نحو خاصی اداره میشدن، به نحو خاصی به صلاح خرج و دخل میکردن یا میمردن زیر دست پا میرفتن. به حال هیچ وقت زندگی مطبوعات در ایران، شاید بشه این حرف رو به تأکید گفت، زندگی سالمی از نظر اقتصادی و روابط عمومی نبوده. به همین جهت هم وظایف خودشون رو نتونستن با همه سعی که میکنن. همین آقای رحمانیان مدیریست که چند بار تاله زندان رفته، در حالی که ظاهرا قرار نیست مایدی رو برن زندان، فقط باید روزنامه‌نویسی بره. بله، این بخشی از همین مشکلی است که برای خیلی از مطبوعات در سطح جهان پیش اومده به خاطر پدیده‌های مثل شبکه‌های اجتماعی. این هم در اون چارچوب قرار میگیره یا اینکه ویژگی‌ها و مختصات مربوط به ایران درش خیلی برجسته است؟ دومیه جمال جان. دلیل اینکه مطبوعات بقیه دنیا مثل مطبوعات همین انگلیس که ما توش هستیم، اینا همه سوابق طولانی دارن و بنابراین حساب کتاب روشنی وجود داره. دولت با اعلام اینکه میتونم یه همچی کاری رو مالیات ها رو یا چیز بکنم، تکلیف اینا رو روشن میکنه. اینا میرن بر اساس اون مثل روزنامه‌ای که الان هستش صفحاتشون رو میارن پایین یا تعدادشون رو تعلیق میکنن، هرچی. به حال برنامه پذیره. در مورد کشور ما اینجوری نیستش، نه دولتش برنامه پذیره طبیعتا، نه اجزایش که مثل مطبوعات هستن. مطبوعات نسبت به بقیه مؤسسات تولیدی که هستن یه ذره در فقر بیشتری هستن، به خاطر اینکه علاوه بر اینکه در زمین و آسمان رها هستن و هیچ نوع برنامه بر خودشون نمیتونن درست بکنن، از چندین جانب متفارق هم زیر فشارن. بنابراین نه، شبیه بقیه دنیا نیست و شبیه بقیه صنایع هم نیستش. ممنونم از مسعود بهنود.
بیشتر از 300 نفر از فعالان فرهنگی و هنری ایران در اعتراض به نبود آزادی بیان و تداوم سانسور بیانیه منتشر کردند. این فعالان نوشتن اینکه هر نقدی اقدام علیه امنیت ملی تلقی شود خلاف حق آزادی بیان است و به نهادینه شدن فساد و فروپاشی اجتماعی می انجامد. این بیانیه در حالی منتشر می شود که فشار بر اهالی فرهنگ و هنر و روزنامه نگاران در ایران مدام تکرار می شود. در تازه ترین مورد ترانه علی دوستی بازیگر سینما و تلویزیون با شکایت نیروی انتظامی به 5 ماه حبس محکوم شده. کاوه فرنام تهیه کننده سینما از دبی با ما هستند. آقای فرنام، شما از جمله امضا کنندگان این بیانیه هستید. این مسائل تقریبا همیشه وجود داشته در 30-40 سال اخیر. چی باعث شده که نگرانی شما تشدید بشه؟ سلام عرض میکنم خدمت شما. ببینید، بله، این مسائل همیشه وجود داشته و اتفاقا مورد اشاره هم همینه و این وسائل چیزی نیستش که با یک بیانیه تغییر بده و ما اینقدر ساده لوح و ساده اندیش نیستیم که تصور کنیم یک بیانیه میتونه منجر به تغییراتی بشه، برای اینکه این تغییرات دوران طولانیه، این شرایطی که ایجاد شده شرایطی که نهادینه شده و چیزی نیستش که با یک بیانیه تغییر بکنه. هدف فقط اینه که یادآوری بکنیم که در چه شرایطی هستیم، یک گوشه کوچکی از اتفاقاتی که داره میفته رو دوباره نشون بدیم و این رو بگیم که این شرایط شرایطیه که به مرور زمان هدفمند و برنامه ریزی اتفاق افتاده و برای تغییر اونها هم نیاز به یک روند طولانی هست. در بیانیه یک تعبیری وجود داره، جهل مقدس. منظورتون چیه؟ خب من فکر کنم مقوله به اندازه کافی خودش گویا هستش. ببینید، ما معتقد هستیم، یعنی من به عنوان یکی از امضا کننده های بیانیه این اعتقاد رو دارم که سانسور و سرکوب گسترده یک روند سیاسی و اجتماعیه، یک روندیه که یک حکومت توتالیتر ایجاد میکنه و از ابزارهای مختلف برای گسترش و تقویت اون استفاده میکنه. حالا این ابزارها میتونه سرکوب باشه، این ابزار میتونه سانسور هر گونه نوشته، مطلب، فیلم و هر چیزی باشه و این میتونه با دروغ گفتن، با شایع پرداختن و با یا با روکش مذهبی و روکش دینی به این جریانات سرکوب دادن سامان بگیره. هدف از این اینه که یک فضای امنی درست بشه. این فضای امن میتونه در پناه همین سرکوب و سیاه پرده سیاه باشه و میتونه همین مسئله به اصطلاح مقدس بودن این جریان رو داشته باشه و جلوگیری بکنه از اشاعه بینش و روشنگری. هر چیزی ده. که بینش رو جلوش رو بگیره، هر چیزی که روشنگری رو بگیره، هر چیزی که مانع از نمایش جامعه توسط روشنفکران اون جامعه بشه منجر به جهل میشه، حالا با هر دستاویز و بهانه‌ای صورت بگیره. در باره... جهل باید... بله بفرمایید، جملتون رو کامل کنید. میخواستم یه مثالی بزنم که شاید این قضیه خود روشن بشه. به هر حال چون ما معتقدیم این جهل، این پرده سیاه فضای امنی ایجاد میکنه برای دزدی، برای فساد، برای سوء استفاده اقتصادی و سوء استفاده سیاسی. درباره فروپاشی اجتماعی هم هشدار داده شده، خیلی از جامعه شناسا هم این روزها ازش حرف میزنن. در شرایط فروپاشی اجتماعی که حالا شما ازش تحت عنوان فروپاشی اجتماعی بزرگ در بیانیه یاد کردین، چه اتفاقی میفته؟ ببینید، این اتفاق عملا شروع شده، این اتفاق عملا افتاده. این اتفاقی نیستش که مجددا یک شبه اتفاق میفته و یا شاهد یک گسست و یک شکست خیلی بزرگی باشید. این روند روندیه که در جریان ادامه داره. این روندیه که توی جامعه ما منجر به این شده که خشونت نهادینه بشه، سطح خشونت در جامعه به شکل عجیبی بالا بره. این اواخر شاهد گسترش این خشونت‌های خانگی به عناوین مختلف هستیم که باز نمونه‌ای از همون جهل مقدسه. ما شاهد سرگردانی و بی هدف بودن دو یا سه نسل این اجتماع هستیم. ما شاهد گسترش روزافزون بیکاری هستیم. ما شاهد فشار عدیده اقتصادی بر تمام ارکان این جامعه هستیم. ما شاهد این هستیم که قباحت و زشتی مفاهیمی مثل فساد، مثل دزدی از بین رفته و اینها نهادینه شده در جامعه. اینها همه همین
شکاف اجتماعی، اینها همه همین شکست اجتماعیه، این داره اتفاق میفته و هر روز این گسل داره بزرگتر و بزرگتر میشه. ممنونم از کاوه فرنام، تهیه کننده سینما در دبی. من اگر اجازه بدین یک نکته کوچک اینجا اضافه کنم. خیلی کوتاه لطفا، خیلی کوتاه. با این رو فقط میخواستم اشاره کنم که فروپاشی اقتصادی، فروپاشی اجتماعی به معنای فروپاشی سیاسی نیست. یک حکومت سیاسی میتونه بر یک جامعه از هم پاشیده حکومت بکنه، ولی فقط بر مبنای زور و بر مبنای فشار، و نتیجهش هم مشخصه که هرگز اون جامعه از این بحران بیرون نخواهد آمد. سپاسگزارم از کاوه فرنام، تهیه کننده سینما در دبی. تقریبا 40 سال است که زن پرده نشین عرصه موسیقی در ایران بوده. تصویر او در کنار ساز سانسور شده و پخش آواز او از رسانه‌های رسمی ممنوع شده. حتی پیش آمده که زنان نوازنده در میانه کنسرت از روی صحنه پایین کشیده شدند. در همه این سالها بحث بر سر این که چرا نباید صدای خوانندگان زن پخش شود جریان داشته. این بار اجرای تازه تصنیف مرغ سحر جنجال آفریده. ترانه خاطره انگیز سروده محمد تقی بهار با آهنگسازی مرتضی نیداوود و با صدای محمد رضا شجریان که حالا پسرش همایون شجریان آن را خوانده. بخشی از این آهنگ رو با هم دیگه ببینیم، بعد بیشتر دربارش صحبت میکنیم. فراواز خواننده و مؤسس کمپین حق آواز از مونیخ آلمان با ما هستند. خانم فراواز، در بخشی از این آهنگ که ما دیدیم، عبیرنعمه خواننده لبنانی با همایون شجریان برنامه اجرا میکنن، البته خب از راه دوره، به شکلی مجازی بحث انگیز شده. شما هم در این باره نظری داشتید که کم و بیش انتقادی بوده، چرا؟ ببینین، من و تمام خواننده های خانومی، تعداد درصد خیلی زیادی از خواننده های خانوم، ما ناراحت هستیم از این اتفاق، برای اینکه این اتفاق که خواننده های مرد ایرانی با خواننده های کشورهای همسایه شروع کردن، یک مدتیه که همکاری کردن. این خیلی خوبه که خواننده های آبی و کلن موزیسین ها بتونن با موزیسین های کشورهای دیگه در ارتباط قرار بگیرن، موسیقی کار بکنن، ولی در این بره از تاریخ، در این زمان حاضر که ما درش زندگی میکنیم، که خواننده های زن ایرانی خانه نشین هستن، در زندان هستن، دادگاهی هستن و صدایی ندارن، این جور حرکت ها به نظرم یک جورهای دست در دست حکومت دادن، نادیده گرفتن زنانه و دهنکجی به تمام زنانی که تو این 41 سال سکوت نکردن، اعتراض خودشون رو همچنان ادامه دادن و با تمام سختی هایی که در شرایط مسیر موسیقی براشون بود سکوت نکردن. و این اتفاق میتونه که یک دید بسیار صلح‌جو و به یک دید بسیار زیبایی از جمهوری اسلامی ایران به جهانیان نشون بده. همایون شجریان کسیه که پلتفرم بسیار بزرگی داره و وقت همین میشه که اگر زمانی من در یک فضایی که افراد غیر ایرانی هستن بخوام بگم که زنها اجازه خوندن ندارن و من به دلیل آواز خوندن مجبور شدم که سرزمینم رو ترک بکنم و حکم زندان گرفتم، بگن که خب پس این تصاویر چیه؟ من فکر میکنم که این جور اتفاقها حواسها رو از ممنوعیت‌ها و ستمهایی که داره به زنان خواننده در ایران میشه پرت میکنه و یک جورایی میپوشونه این مسائل رو. موقعیت اون چیزی که شما گفتید رو درک میکنم، ولی بعضی اینطور گفتن که شاید این آغازی باشه برای شکستن یک صد، چرا نباید اینطور بهش نگاه کرد؟
ببینین به نظر من که این اصلا خیلی سالهای زیادی در تلویزیون و در سینما خواننده های بدون بازیگران بدون حجاب رو وارد سینما کردن و گفتن که خب ممکنه که ما داریم از این طریق این فضا رو باز میکنیم که زنان ایرانی هم حجاب نداشته باشن، ولی هرگز این اتفاق بفرمایید خواهش میکنم. من فکر میکنم که این واقعا این باعث همچین اتفاقی هرگز نخواهد شد و به نظر من ایشون آقای به قول محمد رضا شجریان که میگه سلاح هنرمند موزیسین و خواننده صدا و سازشه و آقایون ایرانی که الان این امتیاز رو در ایران دارن که امتیازهای بسیار بیشتری از خواننده های زن داشته باشن، این وظیفه رو دارن که حداقل در شرایط سخت و میدونم که حاکمیت فشار روشون میاره و بسیار مستبد هستش، ولی حداقل میتونن پرسشگری بکنن به خاطر ممنوعیت صدای زنان و اگر پرسشگری نمی کنند هم حداقلش اینه که سکوت بکنن و دست در دست حکومت ندن و تلاش های زنان خواننده رو حداقلش اینه که پایمال نکنن. خب خانم فراز، اگر چنین ویدیوی ضبط نمی شد همین خانم هم مثلا در این ارکستر مجازی شرکت نمی کرد، آیا گام مثبتی بود؟ فکر میکنید که این اتفاق خوبی بود؟ من فکر میکنم که با قدرتی که جناب همایون شجریان دارن خیلی راحت و خیلی ساده میتونستن این ترانه رو با حداقل مژگان شجریان خواهرشون اجرا بکنن. من فکر میکنم که این در حد یک ویدیو اینستاگرامی بود و قطعا هیچ مشکل خاصی برای ایشون ایجاد نمیکرد و در اون حالت بود که در اون شکلش بود که میتونست یک حرکت فرهنگی هنری و اعتراضی خیلی زیبا باشه. بسیار ممنونم از فراواز، خواننده و مؤسس کمپین حق آواز از مونیخ آلمان با ما. نمایندگان آمریکا و روسیه امروز با هم دیدار کردند تا درباره تمدید کردن یا نکردن یک پیمان مهم که تعداد سلاح‌های هسته‌ای آنها را محدود می‌کند مذاکره کنند. آمریکا اصرار دارد که چین هم باید به پیمان موسوم به استارت نو بپیوندد. سیاوش اردلان گزارش می‌دهد. آمریکا و روسیه آنقدر سلاح هسته‌ای دارند که می‌توانند با آنها بشریت را نابود کنند. یکی از ابتکارهایی که کمک کرده این اتفاق نیفتد پیمانهای استارت است. پیمان استارت نو آمریکا و روسیه را ملزم می‌کند که هر کدام بیشتر از 1550 بمب هسته‌ای مستقر تولید نکنند. اگر آنها توافق کنند می‌توانند این پیمان را تا 5 سال دیگر هم تمدید کنند. این پیمان زمستان امسال منقضی می‌شود. تمدید آن خیلی ساده است. رهبران آمریکا و روسیه کاغذی را امضا می‌کنند. روسیه میگوید آماده است، ولی آمریکا حالا اصرار دارد چین هم به این پیمان ملحق شود. چین قبول نکرده و اگر قبول نکند شاید آمریکا زیر کل قراردادی بزند که حالا قرار است راجع به آن با روس‌ها مذاکره کند. این توییت فرستاده ویژه دولت آمریکاست. چین گفته هیچ قصدی برای شرکت در مذاکرات سه جانبه ندارد، باید تجدید نظر کند. لازمه رسیدن به جایگاه یک قدرت بزرگ رفتار مسئولانه است. این دیوار بلند مخفی کاری در زمینه تولید سلاح هسته‌ای باید برچیده شود. ولی امروز خبری از چینی‌ها در مذاکرات وین نبود. حتی اگر چینی‌ها بخواهند با آمریکا و روسیه وارد مذاکره شوند، این اتفاق تا زمستان امسال نخواهد افتاد. ملاحظات چین چیست؟ سلاح‌های هسته‌ای چین که در پیمان استارت مورد نظر است، 1/20 سلاح‌های مشابه آمریکا و روسیه است. پس اگر قراردادی در کار باشد قاعدتاً محدودیت چینی‌ها برای تولید و نگهداری سلاح‌های هسته‌ای بسیار بیشتر از آمریکا و روسیه خواهد بود. برای خیلی از چینی‌ها چنین قراردادی ذلت‌بار است. از طرف دیگر اگر چین وارد این مذاکرات شود دو حسن برایش دارد. یکی اینکه رسماً با دو قدرت بزرگ هسته‌ای پشت یک میز می‌نشیند و این کلی پرستیژ برای چین می‌خرد. دوم اینکه اگر آمریکا زیر قرارداد بزند که شاید بزند، این یعنی دنیا رسما وارد یک مسابقه تسلیحاتی، آن هم تسلیحات هسته‌ای شده و حالا مانده که چین در این زمینه به گرد آمریکا و روسیه برسد. شاید دولت ترامپ امیدوار است همین نگرانی باعث شود چین تن به مذاکره بدهد. ولی صندلی خالی چین در مذاکرات امروز وین نشان می‌دهد دیوار بی‌اعتمادی بین چین و آمریکا
این روزها بلندتر از هر زمان است. سیاوش اردلان، بی بی سی. سازمان بهداشت جهانی در شبانه روز گذشته بیشترین افزایش ابتلا به کرونا را ثبت کرده، 183 هزار مورد در یک روز. حدود 50 هزار نفر از مبتلایان جدید در آمریکا، برزیل و هند بودند. همزمان در کره جنوبی اعلام شده که با وجود کاهش آمار مبتلایان، موج دوم شیوع کرونا شروع شده و در بیشتر کشورهای اروپایی محدودیت‌های اجتماعی که برای جلوگیری از گسترش این ویروس وضع شده بود کمتر شده. فرین آسمی گزارش می‌دهد. ثبت بیشترین موارد ابتلا به ویروس کرونا در جهان در 24 ساعت گذشته، چیزی بیش از 180 هزار مورد در یک روز. سازمان بهداشت جهانی میگوید همه‌گیری کرونا در حال افزایش است. بزرگترین خطری که در حال حاضر ما را تهدید می‌کند خود کرونا نیست، نبود همبستگی و رهبری جهانی در مقابله با این ویروس. آمریکا با مجموع بیش از 2,200,000 مورد از نظر موارد ابتلا در صدر جدول است، اما تعداد اماکنی که بازگشایی شدند بیشتر شده. اینجا در ایالت مریلند و آمریکا با آغاز تابستان حالا مردم بیشتر به مراکز تفریحی می‌روند. در برزیل که تاکنون 50,000 نفر بر سر ابتلا به کرونا درگذشتند، 100 نفر در اعتراض به سیاست‌های ژایر بولسونارو رئیس جمهوری به خیابان‌ها رفته و اعتراض کردند. معترضان خواستار استیضاح او شدند. رئیس جمهوری راستگرای افراطی برزیل از ابتدای شیوع کرونا در این کشور مخالف قرنطینه و محدودیت بود و میگفت تاثیرات اقتصادی تعطیلی کسب و کارها از کرونا بدتر است. در آرژانتین بیش از 41,000 نفر بر اثر کرونا جان باختند. دیروز بیش از 1,000 نفر جان خود را از دست دادند. در هند بیش از 400,000 نفر مبتلا ثبت شدند. مقام های شهر کامپور در شمال هند میگوید نتیجه آزمایش کرونا 57 کودک دختر که در پرورشگاه زندگی میکردند مثبت اعلام شده. مقام های بیمارستانی میگویند تعداد کشته ها بیشتر از آمار رسمی است. من در زندگیم چنین دوره ترسناکی ندیده بودم. تا قبل از این روزانه حدود 5 نفر را از سردخانه برای سوزاندن منتقل می کردم. الان این تعداد شده 25 نفر. وضعیت در دهلی خیلی بده. در چین مقام های پزشکی می گویند طی شبانه روز گذشته 18 مورد جدید ابتلا به کرونا ثبت شده. 9 مورد آنها در پکن بوده. این آزمایشگاه های موقت برای تست در پکن برپا شدند. کسانی که در رستوران ها، سوپرمارکت ها و مراکز درمانی کار می کنند باید آزمایش بدهند. اینجا در شهر گوتنگن آلمان این ساختمان قرنطینه شده. 700 نفر اینجا زندگی می کنند. افرادی که قصد داشتند قرنطینه را بشکنند با پلیس درگیر شدند. روز پنجشنبه 2 نفر مبتلا به کرونا در این ساختمان شناسایی شده بودند. تا جمعه تعداد مبتلایان به 120 نفر افزایش یافت. پزشکان گفتند هر کسی که نتیجه آزمایش کروناش منفی شود باید دوباره تست بدهد. اگر نتیجه تست دوم هم منفی شد آن فرد می تواند ساختمان را ترک کند. همزمان در فرانسه حضور دانش آموزان در مدارس اجباری شده. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه گفته محدودیت ها برداشته می شود. کافه ها و رستوران ها باز می شوند و شهروندان اجازه خواهند داشت به دیگر کشورهای اروپایی سفر کنند. در فرانسه حدود 30,000 نفر بر اثر ابتلا به کرونا جان خود را از دست دادند. اسپانیا هم که در اروپا سومین کشوری بود که بیشترین تعداد قربانیان را داشت، حالا درهایش را به روی گردشگران باز کرده. با این حال فاصله گذاری اجتماعی در اماکن عمومی و زدن ماسک در مغازه ها و وسایل نقلیه عمومی اجباری اعلام شده. خانه اپرای بارسلون هم امروز بازگشایی می شود. به جای تماشاچی اما بیش از 2,200 گلدان در سالن حاضر خواهند بود. در بریتانیا هم وزارت بهداشت اعلام کرده در 24 ساعت گذشته تعداد قربانیان به 15 نفر رسیده که این کمترین رقم حتی پیش از شروع محدودیت ها در این کشور بوده. فرین آسمی، بی بی سی. بحران مدیریت فوتبال ایران هر روز پیچیده‌تر می‌شود. دادستان کل گفته در صورتی که تخلفی در مورد قرارداد مارک ویلموتس بلژیکی با فدراسیون فوتبال اتفاق افتاده باشد، با آن برخورد خواهد شد. در تحولی دیگر، نمایندگان مجلس به وزیر ورزش هشدار دادند که اگر با حضور علی کفاشیان در فدراسیون فوتبال مقابله نکند، استیضاح خواهد شد. پوریا ژافره گزارش می‌دهد. مارک ویلموتس بلژیکی، سرمربی سابق تیم ملی فوتبال ایران، چهره‌ای که بیشتر به دلایل غیر ورزشی با وجود حضوری کوتاه و ناموفق در ذهن هواداران فوتبال ایران ماندگار شده.
این روزها با نزدیک شدن به اعلام حکم رسمی فیفا در قبال شکایتی که ویلموتس از فدراسیون فوتبال ایران کرده و احتمال وارد شدن هزینه سنگین به طرف ایرانی، اظهار نظرهای زیادی در مورد قرارداد او می شود. مسئله‌ای که چند وقتی است مسئولین سابق و فعلی فدراسیون را به جنب و جوش انداخته تا انگشت اتهام ناکارآمدی را به سمت دیگران نشانه بروند. اما کار حالا از فدراسیون فوتبال و وزارت ورزش گذشته و به قوه قضاییه کشیده شده. پرونده ویلموتس در مصاحبه دادستان کل کشور با تلویزیون دولتی ایران هم مطرح شد. خود وزیر محترم ورزش اگر چنانچه به تکلیف قانونی خودش عمل بکنه، نظارت بر قراردادها بکنه، یا باید تذکر بده و جلوی این قراردادها رو بگیره، یا اگر دید زورش نمیرسه و احیانا میخوان یه جوری به اصطلاح از زیر بار در برم، به قوه قضایی معرفشون کنه. ما از وزیر محترم ورزش خواهیم خواست که آقا این وضعیت چیه، ما مطلع شدیم که یه همچین قراردادهای محرمانهی بسته شده، این رو با ما اعلام بکنیم، سازمان بازرسی مطالبه بکنه، ما مطالبه میکنیم، اگه دیدیم واقعا تخلف واقع شد باش برخورد میشه. ماجرای ویلموتس اما فقط یکی از مشکلاتی است که این روزها فدراسیون فوتبال ایران را به خودش مشغول کرده، در حالی که عاشقان فوتبال منتظرند تا مقصران این سردرگمی غریب به آنها معرفی شود، همان افرادی که 12 سال از مدیریت ورزش اول کشور را به عهده دارند حاضر نیستند تحت هیچ شرایطی سمت‌های خود را رها کنند. در سال‌های اخیر بارها مطرح شده این موضوع که دستگاه قضایی پیگیر ماجراست برای بررسی فساد فوتبالی. حتی آقای کفاشیان در یکی دو نوبت بازداشت شد. صحبت از بازجویی از چهره‌های مثل آقای تاج و ساکت و نبی و دیگر مسئولین فدراسیون فوتبال بود، اما در نهایت اتفاقی رخ نداد و همچنان اون افراد در متن فوتبال یا پیرامون اون حضور دارن و اثرگذارن و افکار عمومی هم اعتمادش به اینکه رسیدگی قضایی بخواد نتیجه بخش بشه از دست داده. به طور کلی اگر خود قوانین فوتبال قانونمند باشه، اگر اساسنامه فدراسیون مطابق الگوی فیفا باشه، به طور مثال وقتی کمیته اخلاق رأی به محرومیت 5 ساله آقای کفاشیان میده، دیگه این رأی رو به سادگی نمیتونن لغو کنن تا مجدداً علی کفاشیان برگرده. وقتی خود فوتبال ناتوان از اجرای مقررات، طبیعتاً به بیرون از فوتبال متوسل میشه و با توجه به اینکه این چهره‌های سرشناس فوتبالی روابطی در دستگاه قضایی دارن، با توسل به همون روابط میتونن در واقع از مهلکه در برن و همچنان به مسئولیت خودشون و اثرگذاریشون در فوتبال ادامه بدن. با این شرایط به نظر میرسد راه نجات فوتبال ایران باید هزاران کیلومتر دورتر از مرزهای کشور از اینجا در دامنه کوههای هومه زوریخ بیاید. شاید فقط این فیفا، فدراسیون جهانی فوتبال است که میتواند برای مسائلی که در زمین مسابقه حل نشدند راه حلی پیدا کند. اوضاع به گونه‌ای پیش می‌رود که احتمال تشکیل یک کمیته انتقالی برای ایران از سوی عالی‌ترین نهاد فوتبال جهان هر روز بیشتر از قبل محتمل می‌شود. پوریا جعفری، بی بی سی. میتونید این برنامه و برنامه‌های قبلی ما رو در وبسایت بی بی سی فارسی و همینطور بر روی کانال ما در یوتیوب تماشا کنید. ممنونم از اینکه برنامه 60 دقیقه رو تا آخر تماشا کردید.